آقای صدیق صدیقی از استودیوی کابل مهمان برنامه ما هستند و با ایشان درباره اهمیت سفر عمران خان به واشنگتن برای صلح افغانستان و همچنان سایر مسائل مربوط به روابط افغانستان و پاکستان گفتگو میکنیم. آقای صدیقی با سلام و سپاس از وقتتان، شما اشاره کردین در توییت خود که گفتگوی اخیر حکومت افغانستان با صدراعظم پاکستان پربار بوده. رابطه حکومت افغانستان و پاکستان در حال حاضر در چه مرحله است و انتظار حکومت افغانستان از مقامات آمریکایی در سفر عمران خان به واشنگتن چی است؟ اول سلام بر شما و بیننده‌های محترم شما. ما منتظر پیامد این نشست هستیم، امیدوار هستیم که متحدین ما به ویژه ایالات متحده آمریکا آنچه نیاز است با طرف پاکستانی به گونه جدی باید مطرح بکنه که نقش پاکستان بالاخره در پروسه صلح افغانستان، در ختم جنگ در افغانستان چی خواهد بود. امیدوار هستیم که این نشست یا این سفرشان بالاخره باعث شود تا سیاست پاکستان در قبال افغانستان تغییر کنه. خب هنوز روابط ما با پاکستان هنوز عادی نشده. ما امیدوار هستیم که نتایج خوب را از این نشست هم داشته باشیم، اما بدون شک یک مکانیزم که برای هر دو طرف های اهمیت باشه نیاز است که برای عادی سازی روابط میان دو کشور به میان بیاید. اما شما در جریان هستین که بعد از سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان، بله، ما یک سلسله تفاوت های نظر هم در قسمتی که سیاستشان گویا تغییر کرده باشد درک جدید را از وضعیت افغانستان داشته باشد ملاحظه کردیم، اما در عمل با تاسف هنوز ما شاهد کدام اقدام نبودیم که منجر به این شود تا بالاخره پروسه های صلح افغانستان نتیجه خوب داشته باشد. خب آقای صدیقی، قسمی که اطلاع دارین در گزارش اخیر پنتاگون از پاکستان بسیار توصیف شده از این که بسیار تلاش میکنه برای صلح افغانستان، اگر امکان داشته باشه مشخصا توقعات حکومت افغانستان از حکومت پاکستان شما اگر میشه که بگوین، از حکومت امریکا چی انتظار داره حکومت افغانستان در قبال وادار ساختن پاکستان به آوردن طالبان به پای میز مذاکره؟ خب انتظار ما ایست تا امریکا بتانه آنچه که مهم است در قسمت عملی شدن پروسه صلح افغانستان از یا در قسمت وادار کردن پاکستان برای تغییر سیاست در قبال افغانستان این نتیجه داشته باشه. نتیجه اصلی این نشست میتونه ای باشه که پاکستان تغییر کنه و فشارهای لازمه که نیاز است بیشتر شود تا بالاخره پاکستان دست از حمایت گروه های مثل طالبان بکشن و بالاخره در یک چارچوب منطقه‌ای یا اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان اقدامات عملی را انجام بده. بله. ما با تاسف هنوز شاهد اقدامات عملی از طرف پاکستان نبودیم. فقط یک مورد که آف سعید بعد از فشار دو ساله امریکا بازداشت شده، اما یک اقدام دیر بوده. هنوز هم شمار زیادی از سران گروه های حراس افغان در خاک پاکستان است و اینا باید بازداشت شده و مراکز اصلی آموزش طالبا و گروه های تروریستی در خاک پاکستان است که بله، مسدود شده و اقدامات جدی و فوری دیگه که بالاخره در افغانستان جنگ خاتمه پیدا بکنه. ما به او حد نرسیدیم هنوز. بله. ما انتظار داریم که متحد اصلی ما که امریکا است خواسته های مردم افغانستان را در نظر بگیره و فشارهایی که وارد کرده بیشتر شود تا بالاخره پاکستان تغییر مسیر بده و سیاست خود در قبال افغانستان تغییر بده. آقای صدیقی، شما در گزارش هم مشاهده کردین آقای غنی گفتن که گروه طالبان تسلیمی نه بلکه خواستار مذاکره است از گروه طالبان است. آیا حکومت افغانستان برای تسلیم دادن حکومت فعلی تحت فشار قرار داده و اگر بله فشار از چی جانب است و چرا؟ نه خیر نه، نقشه رای صلح رئیس جمهور غنی کاملا واضح است. ما با ایالات متحده امریکا از آغاز این پروسه ها یک جا کار کردیم و در مراحل مهم این پروسه قرار داریم. تا اول سپتامبر امیدوار هستیم که یک تفاهم ابتدایی به میان بیاید تا مرحله دوم این پروسه آغاز شود که مسئله گفتگوهای مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان هست. مسئله تسلیمی اصلا مطرح نیست. حکومت افغانستان خواست مردم افغانستان را در نظر میگیره
منافع مردم در نظر خواهند گرفت و در این پروسه از دقت کامل کار خواهند گرفت تا بالاخره ما آنچه را در 18 سال گذشته به دست آوردیم، پیشرفتهایی که ما داشتیم در افغانستان، خدای نخواسته با تهدید روبرو نشه. رئیس جمهور افغانستان با دقت کامل به این پروسه توجه داره و در عملی کردن این پروسه قسم که اونا دیروز هم یادآوری کردن بر صلح آماده هستن و شرایط صلح افغانستان هم کاملا واضح است که ما فقط ختم جنگ میخواهیم. ما امیدوار هستیم که طالبان بس یک گروه که باعث خشونت میشه از جنگ دست بکشن و بالاخره این فرصت صلح را قبول بکنن. آقای صدیقی، فرصت برنامه بسیار کوتاه است، میخوایم سوال آخر پرسان کنم. رابطه مذاکره و انتخابات از چی قرار است؟ آیا انتخابات ممکن به خاطر پروسه صلح به تعویق بیفته؟ نخیرنه تقویم انتخاباتی آماده است و به باور ما مانعی برای برگزاری انتخابات وجود نداره. پروسه صلح ما یک پروسه دوامدار از مراحل پروسه صلح واضح است. هر دو پروسه باعث اولویت صورت خواهد گرفت. حکومت افغانستان کاملا تعهد دارد که هر دو پروسه را بر اساس ضرورت وقت طبعا به او توجه شود. انتخابات برگزار میشه، ما به طرف انتخابات میریم، تقویم انتخاباتی آماده است و پروسه صلح هم که شما میبینید به گونه جدی پیشرفتای هم داشتیم و همگی ما انتظار داریم تا بالاخره نتایج رزی پروسه از مراحل مختلف پروسه صلح به دست بیاریم. اما پروسه صلح یک پروسه دوامدار خواهد بود، اما بر انتخابات ما تاریخ داریم، تقویم داریم و باید انتخابات برگزار شود و هیچ نوع شک باید در قسمت نیت حکومت برای برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد. سپاسگزار از لطفتان، از معلوماتی که با ما شریک ساختین. وقتتان خوش.